وزارت خارجه چین در پاسخ به ابراز نگرانی وزارت خارجه آمریکا از اصلاحیه پیشنهادی دولت چین در زمینه استرداد اتباع چینی مظنون به ارتکاب جرم از هنگ کنگ به چین از ایالات متحده خواسته است به مداخله در امور داخلی هنگ کنگ و چین پایان دهد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت تظاهرات مسالمت‌آمیز چند روز اخیر شهروندان هنگ کنگ نشان می‌دهد که بخش عمده افکار عمومی هنگ کنگ مخالف این پیشنهاد هستند. پروانه هدایت گزارش می‌دهد. گنگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز سه‌شنبه ابراز نگرانی آمریکا از اصلاحیه پیشنهادی چین در زمینه قانون استرداد اتباع چینی مظنون به ارتکاب جرم به چین را اظهار نظری نادرست و غیر مسئولانه توصیف کرد و از آمریکا خواست از دخالت در امور داخلی هنگ کنگ و چین محتاطانه عمل کند و دست از دخالت بردارد. می خواهم یک بار دیگر تاکید کنم که امور هنگ کنگ به طور کامل در محدوده امور داخلی چین است. هیچ کشور، سازمان یا فردی در این مورد حق دخالت ندارد. چین از این موضوع قویاً ابراز نارضایتی می کند و به مطالب نادرست و غیرمسئولانه‌ای که از سوی ایالات متحده در مورد این اصلاحیه عنوان شده و نیز اظهار نظرهای غیرمسئولانه‌ای که بی‌وقفه در مورد امور هنگ کنگ مطرح می کند، قاطعانه اعتراض می کند. در پی طرح این پیشنهاد، هنگ کنگ در چند روز گذشته به سر ناآرامی بود. دولت طرفدار چین در هنگ کنگ میگوید این اصلاحیه جلوی مجرمان را از گریختن و پناه بردن به هنگ کنگ میگیرد، در حالی که منتقدان میگویند چین با این اقدام هم بر نظام قضایی هنگ کنگ تسلط پیدا میکند و هم دیگر اندیشان را به راحتی سرکوب خواهد کرد. روز دوشنبه مورگن اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در زمینه پیشنهاد این اصلاحیه از سوی دولت چین گفت: ما همچنین نگرانیم که این اصلاحیه ها به محیط کسب و کار در هنگ کنگ آسیب برساند و شهروندان ما را که مقیم هنگ کنگ هستند یا از آنجا دیدار می کنند تابع سیستم قضایی خودسرانه چین قرار دهد. کری لم، رئیس اجرایی هنگ کنگ، اعلام کرده است که این اصلاحیه قرار است در تاریخ 12 ژوئن 22 خرداد بار دیگر در شورای قضایی هنگ کنگ با حضور ادارات و سازمان ها و گروه های مختلف اجتماعی به بحث گذاشته شود. پروانه هدایت، صدای آمریکا.